آیت الله های بی شرم به قلم محمد نوریزاد. آیت الله ها که هیچ کارگران و معلمان و پزشکان و مهندسان و بازرگانان و بسیاری دیگر نیز می توانند بی شرم باشند. بی شرمی مورد نظر من وقاحت ناشی از بی احساسی و بی اعتنایی یک جماعت است نسبت به فاجعه های برآمده از همان جماعت. پزشکان اگر نسبت به فاجعه ای که چند پزشک در گوشه ای از کشور مرتکب شده اند بی تفاوت باشند بی شرمند. دیگران نیز چرا؟ برای اینکه با فاجعه نمی شود زیست مگر به ضرب وقاحت. پزشکان و معلمان و کارگران اگر از فاجعه ها و خسارت های همکارانشان ابراز انزجار نکنند و از ورشکستگان و قربانیان و آسیب دیدگان پوزش خواهی نکنند بی شرمند. گمان نکنم صفت بی شرمی برای این جماعت وقیح و بی اعتنا و بی احساس توهین باشد. پس اساره سخن من این است: یک فرد یا یک جماعت برای اینکه بتواند به کار خود ادامه دهد، داوطلبانه و با پوزش خواهی از آسیب دیدگان خود را از زیر بار شرم خسارت و فاجعه ای که خودش یا همکارانش پدید آورده اند می رهاند. سنگینی شرم در جاهایی چون ژاپن کار را به خودکشی می کشاند، در جمهوری اسلامی به شیشکی. آیت الله های بی شرم آیت الله هایی هستند که نسبت به خسارت ها و فاجعه های آیت الله های همجوارشان و حتی نسبت به فاجعه هایی که جماعتی از آیت الله ها در گذشته های دور پدید آورده اند بی تفاوتند. این بی تفاوتی انقدر پسندیدگی پیدا کرده که رفته رفته از حوزه وقاحت خروج کرده و به وادی طلبکاری پای نهاده است، جوری که آیت الله های وقیح و بی شرم نکه از مردم خسارت دیده پوزش خواهی نمی کنند، بل به جای احساس شرم و بدهکاری نقابی از طلبکاری به صورت می بندند و در متن همان وقاحت بی شرمانه به صدور خسارت های تازه تر خیز بر می دارند. در نظام کلیسا کم کم این تربیت پیدا شده که اگر در شهری دور کشیشانی به کودکانی تجاوز کردند یا خسارتی پدید آوردند، علاوه بر فرایند حقوقی و قانونی، جامعه کشیشان از صاحبان حق پوزش می خواهند و دامان خود را از نجاسات همکارانشان دور می دارند. تنها جایی که آیت الله هایش به جنایت که هیچ، به یک خطای مختصر خود نیز اعتراف نمی کنند ایران است. بختک ملایان بی شرم آوار سنگینی است بر پیکره شعوری مردم ایران که کوچکترین ترک را بر هیمنه آیت اللهیش تحمل نمی کند. به همین دلیل است که میگویم سنگینی این شرم به همین دلیل است که میگویم سنگینی این شرم های حیثیتی در جاهایی چون ژاپن به خودکشی متجاوزان و خطاکاران می انجامد و در کشور ما به شیشکی. یک آیت الله در نظام فقهی ملایان یک زلال بزرگ است، یک پدیده پاک است، یک بی خطا است، یک مقدس است، یک محترم است، یک حق مدار است و یک حق مطلق. نادره است که در دو وجبی خود خدا نشسته و دانه های حق را یکی یکی از میان دو لب خدا برمیچیند و بر طبق بیشعوری
رمه ای می نهد که اسمش مردم است. آیت الله یک واجب الاطاعه محض است، اعجوبه است، نشسته بر سنگ لاخ مجاهدت، همزمان که دانسته های فقهی خود را حتمی ترین و بایسته ترین و شایسته ترین فرمول های پروردگاری می داند، فراورده های علمی بشر را به اندازه تخم گنجشک های خانه اش قدر نمی داند. از این آیت الله مگر اشتباهی سر می زند و مگر فاجعه ای به جان جامعه در می افتد؟ هرگز. از این آیت الله تا بوده و خواهد بود نور است که در هر ساعت و ثانیه به اطراف ساطع می شود. ای چشم شما مردم نادان، کور که نور حاج آقا را فاجعه تعبیر می کنید. باور کنید اطلاق واژه بیشرمی به آیت اللهایی که مطلقاً خود را خطاکار و فاجعه بار نمی دانند هرگز یک توهین نیست. از باب امتحان به یک آیت الله بگویید حاج آقا یک دانه از برکات وجودی خود را برای ما شماره کنید، حضرتش با سردی به یکی از شاگردانش اشاره می کند که یعنی هم خود شما و هم پرسش شما در شأن لب وا کردن من نیستید. شاگرد حاج آقا چه می گوید؟ می گوید هر نفس حاج آقا برکت است. یعنی چه که هر نفس حاج آقا برکت است؟ یعنی اینکه دنیا طفیل وجود اهل البیت است و در نبود اهل البیت طفیل وجود علمای اعلام. این یعنی چه؟ یعنی اینکه همه مردم روی زمین ریز خاور برکت وجود حاج آقایند و به یمن وجود امثال حاج آقاست که از دستگاه خدا روزی میخورند. یعنی چه؟ یعنی اینکه حاج آقا سپر بلاهایی است که بشریت را تهدید میکند. این سپر یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر حاج آقا نباشد زمین اهلش را فرو میبرد. یعنی چه؟ یعنی بی یعنی، یعنی این که فلل عوام ان یقلدو، بر عوام روی زمین واجب است که از حاج آقا تقلید کنند و نبض هست و نیست خود را به اراده حاج آقا بسپرند. این فلل عوام ان یقلدو یک حکم کلی است و به خودی های مذهبی محدود نیست، کل بشریت را مراد است. این شمایلی که من محمد نوریزاد در بالا از ریخت شعوری این آیت الله ها تصویر کرده ام مطلقاً خیال پردازی یا کنایه یا شوخی نیست. یک تاریخ شقاوت و یک تاریخ بیشرمی در پس همین نگرش نهفته است. به یک اشاره آیت الله های بیشرم آبروها و دودمانها به باد می رفته و مردمی از هستی ساقط می شدند. من با این سخن احتمالی جناب کسروی موافق نیستم که می گوید ما یک حکومت به ملاها بدهکاریم. چرا موافق نیستم؟ چون در این 1400 سال گذشته و حتی پیشترش هرگز نبوده روزی که سایه شوم اراده ملاها و آیت الله های بی شرم بر سر مردم ایران نبوده باشد. اصرار آیت الله خمینی بر تداوم جنگی ابلهانه و 8 ساله و بی خیالی مفرط حضرتش از هزار هزار کشته و کشته و کشته و ویرانی و آسیب و نوشته 4 خطی حضرتش در کشتار چندین هزار زندانی در سال 67 تنها تراشه هایی از وسعت اختیاری است که اینجور آیت الله ها برای خود قائلن. دورخیز آیت الله های بی شرم سیطره بر کل هستی است. وسعت ایران یک وجب از اشتهای اینان نیز محسوب نمی شود. چندی پیش جناب آیت الله مکارم شیرازی
در مسجد اعظم قم و در حاشیه درس خارج فقهش فرمود: کسانی که به مراجع توهین می کنند از ولایت خدا خارج می شوند و داخل ولایت شیطان می شوند. و سند این سخن وقیحانه را نیز به دو لب مبارک آیت الله خمینی مستند می کند. اگر به ذات این سخن شوم و شیطانی مکارم شیرازی فرو شوید، در اعماقش به هزاران هزار مردم برمی خورید که خون و آبرویشان به یک اشاره این جماعت ریخته شده و داراییشان بالا کشیده شده، یا با همان یک اشاره از خانه و زندگیشان آواره شدند. توهین به مراجع یعنی چه؟ آیا یک نفر با گفتن حاج آقا انبار داشته های فقهی شما جز به مفسده نمی انجامد از ولایت خدا خارج می شود و به ولایت شیطان داخل می شود؟ هیچ آیا می توانید تصور کنید حکم شرعی برخورد با کسی که از ولایت خدا خارج شده و به ولایت شیطان داخل شده چه بوده در درازنای تاریخ؟ نیک اگر بنگرید به چشم خود میبینید که از همین یک جمله کوتاه مکارم شیرازی خون فوران میکند. من آیت الله هایی را میشناسم که تا همین 100 سال پیش به ضرب یک فتوا اموال خطاکاران را مصادره می کردن و به ضرب فتوای دیگر یک بخت برگشته را سر می بریدند و خود بر جنازه آن بخت برگشته نماز می گذاردند و خود بر او می گریستند. این آیت الله ها آن سوتر از دم و دستگاه حاکم شهر برای خود دم و دستگاهی مجزا و خزانه ای و قصاب خانه ای داشتند. در اصفهان آیت الله است به نام محمد باقر آقا نجفی اصفهانی، از نوادگان شیخ جعفر کاشف الغطا است. نوشتند وی در برخورد با کافران و مرتدان قاطع بود، به نحوی که تعدادی از بابی ها به فرمان او به قتل رسیدند. در اجرای حدود شرعیه قاطعیتی تمام داشت، چنان که در یک روز حکم اعدام 27 تن را صادر کرد و خود بر اجرای حکم اعدام 12 نفر از اینان نظارت داشت. آیت الله های بیشرم به آیت الله های میگویند که این فاجعه ها را از صنف خود دیده و شنیده و خواندند، اما نه تنها از رفتار این آیت الله های هیولا وش ابراز انزجار نمی کنند و از مردم و تاریخ پوزش خواهی نمی کنند، بل با گوشه چشم به قدرت پنهان خود اشاره می کنند که بله ما اینیم. آیت الله خمینی ادامه ی حیولایی چون شیخ فضل الله نوری است. چگونه می شود از آیت الله خمینی انتظار داشت از حیولاگونگی های شیخ فضل الله نوری ابراز انزجار کند؟ این جماعت برای سیطره هرچه بیشتر بر هست و نیست مردم، هیولاگونگی های همدیگر را تقدیس می کنند و از آن انرژی می گیرند. آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا و آیت الله مجاهد از هیولاهایی هستند که فتوای جهاد با روس ها را صادر فرمودند و حتی با تهدید و اخم به فتحعلی شاه قاجار نوشتند اگر به جنگ با روس‌ها نروی ما خودمان مردم را برمی شورانیم و به جنگ می رویم. شیخ جعفر تمثیل تمام عیاری از یک هیولاست که عبا و عمامه آیت اللهی بر تن دارد. پوک مغزی این هیولا از یک سو و خود خدا پنداریش از دیگر سو کار را به جنگی کشاند که پایانش از همان ابتدا روشن بود. شهرهای ثروتمندی از بدنه کشور کنده شدند و به روسیه پیوستند. شما بپرس آیا پس از این فاجعه
آیت الله شیخ جعفر کاشف القطاع و آیت الله مجاهد و آیت الله های همجوار و یا همین آیت الله های امروز سخنی رانده اند بر اینکه ما اشتباه کردیم و به خاطر این اشتباه از مردم و از تاریخ پوزش می خواهیم؟ هرگز. آیت الله های بی شرم به اینها می گویند. نوع نگاه شیخ جعفر کاشف الغطا را به هستی در نامه ها و نوشته ها و فتواهایش می توان پیدا کرد. در تهییج فتلیشاه قاجار به جنگ با روس ها در نامه ای به وی می نویسد: من چون مجتهد هستم و قابلیت و نیابت از سادات زمان یعنی امامان را دارم، به سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان، فتلی شاه اذن دادم که آنچه برای هزینه جنگ لازم است از همه وجوه شرعیه و خراج و درآمد تهیه کند. این آیت اللهی که با این استحکام خود را مجتهد و قابل و نایب می داند، آیا با همین استحکام به اشتباه و جنایتگری و فاجعه آفرینی خود اقرار می کند؟ او که هرگز. اما آیا همین آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای را دیده اید که در یک جا بگویند ما اشتباه کردیم؟ روی سخن من در این نوشته به این است که اگر آیت الله هایی در گذشته های دور و یا همین امروز جفا کرده اند و فاجعه آفریده اند، بر آیت الله های دیگر واجب است که از کار نادرست و ناشایست آنان ابراز انزجار کنند و از مردم پوزش بخواهند، وگرنه بی شرمند. در داستان هستی‌ای با امضای آیت اللهی به نام سید علی خامنه ای فاجعه بزرگی بر سر ایران آوار شد. او یک بار در تلویزیون با مردم سخن گفت که چون دیدم مدیران در پیشبرد مقاصد هستی‌ای اهمال می کنند، خودم مدیریت این جریان را به عهده گرفتم. در یک سخن نوروزی نیز با لبخندی ناشی از پیروزی از خبرهای خوش هستی‌ای سخن گفت. پول بود که با امضای این آیت الله به کام روس‌ها و دیگران ریخته می‌شد. چندی بعد که با فشار کشورهای قدرتمند بتن به قلب راکتور هستی‌ای آیت الله ریختند، نه تنها به خاطر این همه فاجعه و تحقیر و شکست، از مردم ایران پوزش نخواست و خود را به دادگاه نسپرد، بلکه از آن فاجعه به نرمش قهرمانانه یاد کرد. آیت الله های بی شرم به آیت الله هایی گفته می شود که جنایت ها و فاجعه های خمینی و سید علی خامنه ای را در ایران و در منطقه به چشم خود دیده اند، اما یا از ترس دم فرو بسته اند یا به تناول چرب و شیرین سفره‌های مشغولند که از این سکوت شرم‌آور نصیبشان شده است. قاعده بر این است که فاجعه آفرینان و خسارتگران به دم دستگاه قضا سپرده شوند. اما در قاموس آیت اللهی به قاضی سپردن آیت الله های فاجعه آفرین یک شوخی است. آیت الله های بی شرمی که توهین به مراجع را خروج از ولایت خدا و ورود به ولایت شیطان می دانند، خودشان نشستند و هزار جور توهین را به آیت الله هایی چون شریعت مداری و آذری قمی و منتظری و کاظمینی بروجردی تماشا کردند و نکه با این تماشاگری از ولایت خدا خارج نشدند و به ولایت شیطان داخل، بل بیش از پیش در آغوش خدا جا گرفتند.
چرا خمینی و خامنه ای خشمگینند؟ چرا نمیتوانند با مردم دوست باشند و مردم را دوست داشته باشند؟ مگر نه اینکه اصلی ترین نیاز این روزهای کشورمان آشتی و دوستی است؟ چرا خامنه ای نمیتواند از آشتی ملی سخن بگوید و چرا از آشتی و دوستی به دشمنی و به جاهای دیگر اشاره می کند و از تولید و کالای ایرانی سخن می گوید؟ خودش مگر نمی داند با دستان مبارک آیت اللهیش بیخ کالای ایرانی و تولید را برگند نشانده است؟ راستی چرا خامنه ای به آشتی نمی اندیشد و به عفو و به رهایی از بحرانهایی که خودش پدید آورده؟ چرا خامنه ای دست از سر مردم ایران بر نمی دارد؟ چرا با همه استعداد خونبارش به قدرت چسبیده؟ چرا در نظام آیت اللهی حتی تجسم ظهور آدمهایی چون گاندی و نلسون ماندلا نشدنی و به یک جور شوخی می ماند؟ چرا خامنه ای از آشتی ملی می هراسد؟ رازش را بگویم، چون در آبشار آشتی ملی خامنه ای کمرنگ و کمرنگ تر می شود و در اقیانوس آشتی آب می شود. و حالان که خامنه ای به این یکتایی مطلق خود محتاج است. تا کنون هیچ آیت اللهی به فوجه آفرینی ها و به کشتارهای خلخالی و آیت الله خمینی و آیت الله سید علی خامنه‌ای و به پاسخگو نبودنشان اعتراض نکرده است و این یعنی بی‌شرمی. نظام آیت اللهی برای احد و ناسی جز خدا ارزش قائل نیست. خدا هم که نه جای مشخصی دارد و نه زبان اعتراضی. اگر هم طلب حلیتی در کار باشد، باید از خدا باشد، آن هم در خلوت. پس یک آیت الله چرا باید از فاجعه هایی که خودش پدید آورده و از صدور فتاوای خسارت بارش پوزش بخواهد؟ اساساً چرا باید به مردم توضیح بدهد؟ اویی که در کانون نابترین توجهات حضرت حق قرار دارد، اشتباهش نیز برکت است. متبرک بودن غذای نیم خورد و آب دهان و ادرارش به جای خود. عکسی که برای این نوشته انتخاب کردم به کشته های خاوران مربوط است. هیولاهای خمینی زندانیان کشته شده را با کمپرسی در اینجا خالی کردند. محمد نوریزاد، 1 فروردین سال 98، تهران.